انتقاد احزاب سیاسی و شورای ملی بر روند نامنویسی انتخابات، تأکید رئیس جمهور غنی بر استخدام دیپلماتان بر اساس کمیسیون اصلاحات اداری پروسه خدمات ملکی، و کره شمالی میگوید که از برنامه اتمی و راکت های دوربرد دست میکشد. به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبرین ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. ولسترگر روز شنبه مسئولان کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس را استجواب کرد. اعضای ولسترگر میگویند که سیستم کنونی رای‌دهی علاوه بر تقلب در انتخابات مردم را مجبور میکند تا در انتخابات آینده اشتراک نکنند. اعضای جرگه میگویند که هر روز هزاران تذکره و استیکرهای جعلی به گونه غیر قانونی به فروش میرسد. از سوی دیگر کمیسیون انتخابات موضوع استیکرهای جعلی را رد میکند و مسئولان اداره ثبت احوال نفوس میگویند که آنان یک جا با جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر سر تذکره های الکترونیک به توافق رسیده بودند، اما تذکره های کاغذی بر آنان تحمیل شده است. روند پیچیده ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات اعضای ولسی جرگه را مجبور کرد تا مسئولان کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ را استجواب کنند. اعضای ولسی جرگه میگویند که سیستم جاری ثبت نام کمرنگ است و احتمال دارد که در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها حتی 1,000,000 تن نیز اشتراک نکنند. اعضای جرگه همچنان میافزایند که تذکره های کاغذی زمینه را برای تقلب فراهم میسازد و در کنار آن نیروهای امنیتی و افرادی که در ساحات ناامن زندگی می کنند نیز به دلیل موجودیت استیکر بر تذکره هایشان برای ثبت نام در انتخابات علاقمندی نشان نمی دهند. بانک اطلاعات در کمیسیون انتخابات ایجاد نشده. به سادگی کسی که 7 دانه تذکره داره، 4 دانه تذکره داره که داره قطعا می تواند در مراکز متعدد بره ثبت نام بکنه، استیکر هم بزنه، در روز انتخابات میتونه در تمام همه مراکز مراجعه بکنه، رای خود به اصطلاح به صندوق های رای بیاندازه. در مدوسی از واس یک دومش در کابل امنیت از هیچ مشکل هم نیست. امیال در روز 1,000 تذکره جالی ساخته میشه و در محلا میره سرشمو سفت میکنه. ما فکر میکنم که از این کدام کارتای سابقه خوب بود که مورا سفت میکنن. ما خودم نماینده کابل هستم، در پالوی خودم در روز 2,000 تذکره جالی توزیع میشه. حتی کلن سابقی در ملت زلو و حلی در او دوتالار نخل خوشحاله ندی، زمان خوشحاله ندی، دنور وکیلان خوشحاله ندی، زمان معاملات زمان چرب و شیرین تا پکه و حل زمان سلیقوی حرکتونه دغه ملت دیتا مجبور کو چې په ثبت نام کې سستیو کې او ثبت نام سره هیڅوک علاقه نه لري. مسئولان اداره ثبت احوال نفوس میگویند که آنان با حکومت و جامعه جهانی بر سر تذکره های الکترونیک به توافق رسیده بودند، اما تذکره های کاغذی بر آنان تحمیل شده است. بر اساس زمین گفته شده بود که انتخابات باید برگزار شود. متاسفانه با وجود طرح و با وجود اینکه تصویب شده بود، جامعه بین‌المللی و کمیسیون محترم انتخابات گزینه تصویب کاغذی انتخاب کردند. اداره ما بر اساس ماده 9 قانون انتخابات مکلفیت داره که زمانی که کمیسیون بالای ما صدا میکنه ما باید به صدای اونها پاسخ مثبت بدیم. بنابراین طرح تصویب کاغذی به نحو بالای ما تحمیل شد. از سوی دیگر برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه ادعا می کنند استیکرهای کمیسیون که بر تذکره ها نصب می شود کتاب های آن به آسانی در کابل پیدا و فروخته می شود. اعضای جرگه می گویند که بیشتر افراد اکنون تذکره های مثنا می گیرند تا دو یا چندین بار رای بدهند. امیال کتاب های استیکر در بازار آزاد فروخته میشه، اکثریت وکیل صاحبایی که میخواین باینده کاندید شون، نه وکیل صاحبا و اشخاص افراد دیگه که میخواین کاندید شون، گرفتن این کتاب ها را میخرن، تذکره های جعلی جور میکنن، در او استیکر میکنن. یعنی من میفهمم که آینده از این انتخابات به کدام طرف رفتنی است. بله استیکر خرسیگی، بله تذکره طول غیر قانونی دقیقیگی،
حتی د خوین د تذکرونه غیر قانوني استفاده کیږي یو د دې مخاوني سي اعلان سي درختیاو او کچیر ته د حکومت نمائندګانیو دولت استاد نیول کوس چې د ښکاریږي چې موږ اکثره د حکومت نمائندګي کوو دولت نمائندګي نه کوو دا یو خبره. اما مسئولان کمیسیون انتخابات مشکلات در برخی موارد را میپذیرند، اما موجودیت کتاب‌های استیکر در شهر کابل را رد می‌کنند و میگویند هر استیکری که به مراکز ثبت نام انتقال داده می‌شود از سوی کمیسیون انتخابات ثبت و راجستر می‌شود. آنان همچنان بر آگاهی یامه تاکید می‌کنند و می‌افزایند که کمپاین آگاهی یامه را از طریق مراکز دینی و رسانه‌ها آغاز کرده‌اند. تمام بسته‌بندی های ما با اساس معلوماتی که ما در بانک معلوماتی خود دفتر مرکزی داریم این بسته‌بندی ها صورت گرفته، این معلومات پیش ما وجود داره که کدام کتاب ما با کدام شماره در کدام ولایت در کدام ولسوالی و در کدام مرکز خواهد رفت که این معلومات پیش ما وجود دارد و انشاءالله در قسمت از این که استیکرها یا کتاب دزدیده شود تا حال شواهد وجود ندارد. از سوی دیگر کمیسیون انتخابات ارقام اخیر روند نام‌نویسی را اعلام کرد و افزود که تا اکنون در سراسر کشور 189 هزار تن در روند ثبت نام اشتراک کردند. با وجود سپری شدن یک هفته روند نام‌نویسی رای دهندگان هنوز هم کم رنگ جریان دارد. در کابل پایتخت و ولایات مختلف کشور تنها تعداد اندک مردم به مراکز رای دهی می روند و شمار از مخالفان سیاسی حکومت می گویند که برخی حلقات در حکومت می خواهند تا انتخابات آینده محدود و پر از تقلب برگزار شود. اما اعضای ولی شرکه می گویند که با توجه به شرایط کنونی کشور امکان ندارد که انتخابات آینده برگزار شود و یگانه راه بیرون رفت از وضعیت بحرانی جوری در کشور برگزاری لوی جرگه است. روند ثبت نام برای اشتراک در انتخابات آینده روز شنبه نیز مانند روزهای دیگر کمرنگ بود و تنها افراد محدود برای انتخابات آینده نام نویسی می کردند و کارمندان مراکز رای دهی در بیشتر مراکز بیکار نشسته بودند. اما اینجا شماره از مخالفان سیاسی حکومت آمدند تا در روند نام نویسی اشتراک کنند. آنان اتهام می بندند که برخی از حلقات در داخل حکومت عمدن می خواهند تا انتخابات آینده را محدود و پر از تقلب برگزار کنند تا از این طریق بار دیگر به قدرت برسند. بسیار نیروها است که متاسفانه باعث همین حالات نابسامین شدن، یعنی در واقع امیر میخوان همین شیوه میخوان که مردم افغانستان برایدی نبیاید ثبت نام نکنند، پروسه دموکراتیک تقویه نشه و حتی حلقات در داخل حکومت است که در واقع این سیاست شان است که با آسانی بتانند که دوباره عمو دوره خود تمدید کنند. در بخش آگاهی دهی برای مردم کوشش بیشتر انجام بدن، مردم انگیزه بدن تا مردم به میدان بیاین. بدون شک مردم توقعشان اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی بود. امیدوار هستم که اونا امیر در پیش بگیرن و کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه عمل بکنه. روند کمرنگ نام‌نویسی و نبود شفافیت در انتخابات علاوه بر مخالفان سیاسی حکومت با واکنش جدی اعضای ولسی جرگه نیز مواجه شدند. اعضای ولسی جرگه میگویند که با توجه به شرایط فعلی کشور برگزاری انتخابات آینده ناممکن است و یگانه راه بیرون رفت از بحران جاری را برگزاری لوی جرگه میدانند. چلوه جرگه ده پاره یو استراری غونډه ده پارلمان ده دوالو غونډه خوند راو غستل سی اول موږ استیپاوی ورکو بیا د حکومت سه استیپاو غواړو او بل اخر د لوی څارنوال یا د کاجول کوزات په موجودگی کې موقت حکومت تشکیل سی او داغه ده پاره لوی جرګه وسی درڅو افغانستان د موجوده بوران څخه وبسول وقته را قبول وکړي حقایق بګین هغه سندقاره پر میکنی په صورت انتسابی وکړي او جزاء موجود د غیر د شرایط قطر آمده نیست، امنیت قطر وجود نداره، حاکمیت در ولسوالی به دست طالباس واضح او د تذکرو مشکلات ورونو ډیر جدی توګه باندې په کندی سره روان دي. کامریم نلری سیار تیمونم نلری خصوصا کوچانو ته بیخی سیار تیمونه ندی ورکړي. د تذکرو په توزیع کې یا په کارمندانو کې مشکل ده، هیڅ رقم دا تذکری په دوه میاشتو کې نه توزیعږي دی ولسته. انتقادهای اعضای ولسی جرگه و مخالفان سیاسی حکومت در رابطه با انتخابات در حال است که مردم و نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که در وقت تعیین شده برای ثبت نام تنها فیصدی کمی از افراد واجد شرایط رای دهی و مامورین دولتی برای اشتراک در انتخابات نام‌نویسی خواهند کرد و دیگران از این روند محروم خواهند ماند. رئیس جمهور غنی میگوید در هر اداره‌ای که روابط بر ضوابط حاکم باشد قابل اصلاح نیست.
اشرف غنی هنگام سخنرانی در مراسم معرفی اتشه‌های تجارتی کمیسیون اصلاحات و خدمات ملکی خواست که روند رقابت آزاد در وزارت امور داخله را نیز آغاز و تطبیق کند. رئیس جمهور بر حفظ توازن میان واردات و صادرات تاکید میکند و میگوید که در حال حاضر واردات افغانستان 12 برابر صادرات کشور است. رئیس جمهور غنی روز شنبه هنگام اشتراک در مراسم معرفی اتشه‌های تجارتی و رؤسای جدید اداره‌های مختلف سخنرانی کرد. محمد اشرف غنی میگوید که جوانان در حال ناامیدی بودند زیرا ظرفیت وجود داشت اما روند استخدام در برابر آنان مانع ایجاد کرده بود. اشرف غنی بر حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره‌های دولتی تاکید میکند و میگوید در هر اداره‌ای که روند استخدام مبهم و روابط بر ضوابط حاکم باشد آن اداره قابل اصلاح نیست. جوانای ما در حالت ناامیدی بود چون ظرفیت داشتن، پروسای استخدام مانعی ازی بود که از ظرفیت از اینا به ایسی سرمایه ملی استفاده شد. در هر اداره که پروسه استخدام مبهم باشه یا بر اساس روابط استوارد باشه او اداره در عمر اصلاح نمیشه. اگر 100 میلیارد دلار در یک اداره که به اساس روابط تعیین شده شما سرمایه گذاری کنید نتیجهش صفر خواهد بود. محمد اشرف غنی هنگام سخنرانی به اتشه های تجارتی میگوید که اتشه های تجارتی به هر کشوری که میروند از یک ملت واحد و از یک دولت منسجمی که برای بیرون رفت از جنگ اراده مستحکم دارد نمایندگی میکنند. رئیس جمهور غنی همچنان بر حفظ توازن میان صادرات و واردات کشور تاکید میکند و میگوید که در حال حاضر صادرات در مقایسه با واردات 12 برابر افزایش یافته است و هر کشوری که سطح واردات آن در مقایسه با صادراتش بلند باشد کشور پایدار و دارای ثبات نیست. یک مملکتی که وارداتش 12 چند صادراتش باشه خود یک مملکت پایدار افتاده و مخصوصا مملکتی که 80% وارداتش در داخل تولید شده میده. رئیس جمهور غنی از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواست تا روند استخدام از طریق رقابت آزاد را در وزارت خارجه نیز آغاز کند تا روشن شود که تمام کارمندان دولتی از طریق پروسه شفاف استخدام شدند. آتو محمد نور میگوید که کمیسیون انتخابات در رابطه بر روند نام ثبت نام به مردم آگاهی نداده است. والی پیشین بلخ میگوید که اگر کمیسیون انتخابات مستقل می بود مردم با گذشت 6 روز از آغاز روند نامنویسی به مراکز ثبت نام می رفتند. از سوی دیگر نمایندگان بلخ در ولسچرگ از مردم می خواهند تا با اشتراک در انتخابات از حق رأیشان استفاده کنند. عطا محمد نور والی پیشین بلخ روز شنبه یک جا با مسئولان و وکیلان این ولایت در نشست در رابطه با ثبت نام برای انتخابات اشتراک کرد. عطا محمد نور در این نشست بر کارکردهای کمیسیون انتخابات انتقاد میکند و میگوید که با سپری شدن یک هفته از آغاز روند ثبت نام مردم تا هنوز هم در این باره آگاهی کافی ندارند. نور میگوید که تا هنوز 3,500 تن در ولایت بلخ برای اشتراک در انتخابات نامهایشان را ثبت کرده اند. اگر کمیسیون مستقل انتخابات کارا می بود، توانمند می بود، اینا تکنیکی میتونست پیش بره تصمیم بگیره، اصلا ما امروز در این مشکل نمی بودیم که 6 روز از ثبت نام به بلغ میگذره 6,000 نفر تشکیل گرفته، 6 روز از بازدن دفترهای یا مراکز کمیسیون مستقل انتخابات میگذره، همزمان است 6 روز از اون میگذره جمعاً 3,500 نفر رفت استیکر زدند و چیز خدا تذکری خدا. والی پیشین بلخ همچنان از مردم میخواهد تا در انتخابات اشتراک کنند و از حق قانونیشان استفاده نمایند. از سوی دیگر نمایندگان بلخ در ولسچرگ از مردم میخواهند تا با اشتراک در انتخابات در رابطه با سرنوشتشان تصمیم بگیرند. ما آنقدر برای گرفتن برگه رای کوشش میکنیم که پیرمرد و پیرزن خودم باقی نمانیم که از حق رأی ما محروم شدیم. این حقش است که یک برگ رأی با صندوق مورد نظر خود یا برای مورد نظر پیم خود
هدف مندانه که تصمیم گرفته باید برا و بایش بخوای رای خود بندازه. امیدوار استیم که صفحه تازه را پرتن و مردم ما بیاین و فعالانه سهم بگیرن و از حق راه شهروندیش که قانون برش داده استفاده بکنه. مردم از تمام عموم مردم افغانستان خواهش مند هستم که هر چی زودتر به نزدیکترین محل که سایتای ریدی اوجه ترتیب شده یا سایتایی است که برای ثبت تذکره ها تنظیم شده هر چی زودتر باید به اوجا مراجعه بکنن، تذکره خود را ثبت بکنن که از حق رای دادن محروم نشن. از آغاز روند ثبت نام برای انتخابات یک هفته سپری می شود، اما مراجعه مردم به مراکز ثبت نام در ولایات مختلف کشور به شمول بلخ کم رنگ است. مسئولان محلی بلخ می گویند که در یک هفته گذشته 6000 تن تذکره اخذ کردند و 3500 تن برای اشتراک در انتخابات نام نویسی کردند. برخی کابل و ولایات دیگر کشور دوباره وصل شد. شرکت برشنا میگوید که ترمیم پایه منهدم شده در ولایت بغلان تکمیل شده است و کارمندان این شرکت برخی کابل و ولایات دیگر را ساعت 3 ظهر روز شنبه دوباره وصل کردند. این پایه برق چند روز پیش در ساحه تکک ولسوالی دوشی از سوی مخالفان تخریب گردیده بود. احمد اشچی به حیث رئیس حزب جنبش نوین مردم افغانستان تعیین شد. این حزب کنگرش را اعلام کرد که برخی از مقامهای پیشین حکومت اعضای شورای ملی، استادان پوهنتون‌ها و بزرگان قومی عضویت آن را دارند. ظاهراً این حزب شاخه انشابی حزب جنبش ملی خوانده می شود که به شمول احمد اشچی بیشتر اعضای آن اعضای پیشین حزب جنبش ملی بر رهبری جنرال دوستم هستند. حزب جنبش نوین مردم افغانستان روز شنبه نخستین کنگره‌اش را برگزار کرد که در نتیجه آن رهبری و اعضای دیگر این حزب تعیین شدند. در انتخابات داخلی این حزب احمد اشچی عضو پیشین جنبش ملی بر رهبری جنرال دوستم به حیث رئیس حزب جنبش نوین مردم افغانستان تعیین شد. اعضای این حزب میگویند که با توجه به وضعیت جاری در کشور یک سال قبل تصمیم گرفته بودند تا این حزب را ایجاد کنند و در این مدت یک سال تمامی تشکیلات حزب را تکمیل کردند. با درک شرایط حساس و پیچیده کشور ما، جمعی بزرگی از نخبگان سیاسی، متنفذین و نمایندگان اقشار مختلف جامعه پس از بحث‌های طولانی و فشرده برای سهمگیری فعالتر در امر زدودن نابسامانی‌های کثیرالابعاد تصمیم گرفتیم تا حزب جنبش نوین مردم افغانستان را تأسیس نماییم. د کانگریس جوړش د یو سیاسي ګوند په صفات د خپل سیاسي او اجتماعي عدالت او ترقی په لور د ضرورت په اساس د افغانستان په جغرافیا کې د منورینو قومي مشرانو علماو په حمایت او محبوبیت په ټول طاقت خپل موجودیت اعلانوي. اعضای این حزب با ابراز نگرانی از وضعیت جاری در کشور میگویند که حکومت تعهداتش را در بخش‌های مختلف با مردم عملی نکرده است. آنان سران حکومت وحدت ملی را به انحصار قدرت متهم میکنند. اما رهبران حکومت وحدت ملی تعریف و برداشت دیگر از تأسیس این حکومت دارند. آنها فکر میکنند که تنها افراد وابسته به این سیاستمداران در حکومت وحدت ملی سهم دارند و باقی ملت حق شرکت در آن را ندارند. این برداشت آنها سبب شده است که فاصله میان حکومت و مردم بیشتر شود. از سوی دیگر شمار از آگاهان سیاسی در این نشست میگن که افغانستان عملا به میدان جنگ های نیابتی مبدل شده است و افغان ها باید جلوی آن را بگیرند. آنان میگن که از بین بردن عوامل داخلی و خارجی جنگ بسیار مهم است. ما جنگ های نیابتی را باید از در این مملکت خاتمه بدهیم. به هیچ کسی چی به نام دوست بین چی به نام دشمن برشان اجازه ندهیم که از خاک ما بر علیه کسای دیگه استفاده کنند که تمام روز قربانیش ملت نجیب افغانستان باشد. جنگ افغانستان عواملش درونی است و عواملش بیرونی است. دوستان ما کوشش میکنن که عوامل جنگ بیرونی جلوه بتن و عوامل داخلی را بپوشانن، کمبودی های خود را بپوشانن، نواقص خود را بپوشانن، چور و چپاول و جنایات سازمان یافته خود را بپوشانن.
قابل یادآوری است که در حزب جنبش نوین مردم افغانستان که ظاهرا شاخه انشعابی حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم خوانده می شود، برخی از مقام های پیشین اعضای شورای ملی، استادان پوهنتون و بزرگان قومی گرد هم آمدند. خانواده های افغان هایی که در زندان های CIA کشته شدند، اجساد اعضای خانواده شان را از امریکا می خواهند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، گل رحمان در ماه اکتبر سال 2002 از یک کمپ مهاجرین در پشاور ناپدید شده بود و بعداً به یک زندان CIA به کابل انتقال داده شده بود که به تاریخ 20 ماه نوامبر همین سال به دلیل شکنجه در زندان جان داده بود. بر اساس معلومات روزنامه، عبیدالله برادرزاده گل رحمان از CIA خواسته است تا محل دفن جسد کاکایش را برایش نشان بدهند. بر اساس کنونسیون ژنو و میثاق‌های بین‌المللی دیگر، زندانیانی که در جریان حبس در جنگ جان می‌دهند باید در قبرهای نشانی شده به خاک سپرده شوند و پس از جنگ به خانواده‌هایشان خبر داده شود. چین در سرحد با افغانستان یک لوای نیروهای افغان را تجهیز و اکمال می‌کند. شورای امنیت ملی میگوید که مقام‌های چینایی در ملاقات با هنیف اتمر پذیرفتند که برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی یک لوای نیروهای افغان را تجهیز و اکمال کنند که قرار است در مناطق کوهستانی جابجا شوند. آگاهان نظامی و اعضای شورای ملی میگویند که در مبارزه جاری بر ضد تروریسم باید تمامی کشورها با نیروهای افغان کمک کنند و همچنان بر مراکز اصلی تروریستان و تمویل کنندگان آنان فشار بیاورند. عارف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به چین با وزیر خارجه و لوی دریسیز این کشور در رابطه به گسترش همکاری های دو جانبه و امنیتی میان دو کشور گفتگو کرده است. شورای امنیت ملی میگوید که جانب افغانستان بار دیگر از چین تقاضا کرده است که در بخش تجهیز و اکمال لوای کوهی نیروهای افغان به افغانستان کمک کند و لوی دریسیز چین نیز تجهیز و اکمال این لوا را تعهد سپرده است. افغانان یا دولت افغانستان پدی متیقن کیگی چی چین لده سره ده تروریزم پا محوکولو که همکار ده ده یو دقیقه مفاده ده ده یو خبره ده او دویم خبره مهم داده سی چین پا پاکستان بانده دیر تاثیر لری که ده سی سی پا پاکستان بانده زور واچه چی مراکز تروریزم آلتا وچکا زکا چی ده تین دیر پارم دیر غرد خطر ده دایش. شورای امنیت ملی میگوید که لوی دریسیز چین در بخش همکاری های نظامی و امنیتی میان دو کشور به خصوص در بخش تجهیز نیروهای افغان ابراز آمادگی کرده است. آگاهان سیاسی و اعضای شورای ملی میگویند که باید تمام کشورها در مبارزه جاری بر ضد تروریسم با نیروهای افغانستان کمک کنند و همچنان بر مراکز اصلی و تمویل کنندگان تروریسم فشار بیاورند. که اگر از کشورها ما میخواییم که با ما کمک کن تا ما خود ما ایجاد کنیم قطعه نظامی، لوا، فرقه و غیره، این درسته. اگر نه از خارجی بخواییم که اونا مستقیم لوا ایجاد کنه، این برای ما قابل قبول نیست، مخالف استقلال و هویت ملی ما. چین متضرر شهد تامنگا پل بشری نیرو استخداموی چی در چین در سرحد نه اگر دفاع وکی دغه یو پیغام ده د دوه ملکونو د یو بل سره د همکاري او د خي همسایتوب دغه نه غیر به بل فایده افغانانو ته نه وي. مشاور امنیت ملی همچنان با وزیر خارجه چین ملاقات کرده است و بر ادامه نشست های سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان گفتگو کرده است. بر اساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی، هر دو جانب بر برگزاری نشست وزیران خارجه سه کشور در آینده نزدیک نیز توافق کردند. جنبش نجات پشتون ها میگوید که با وجود خواست های مکرر آنان، حکومت پنجاب به گرد همایی آنان در لاهور اجازه نداده است. اعضای این جنبش میگویند که آنان به گونه مکرر از پلیس لاهور خواستند که گرد همایی اعلام شده آنان به تاریخ 22 اپریل را اجازه بدهد، اما پلیس لاهور این خواست آنان را نپذیرفته است. پلیس لاهور به اداره های مربوط دستور داده است تا به این گرد همایی اجازه ندهند. اما منظور پشتین، رهبر جنبش نجات پشتونها، گفته است که بر اساس قانون آنان حق دارند تا گرد همایی صلح‌آمیز را برگزار کنند و با وجود مخالفت پلیس این گرد همایی را برگزار خواهند کرد.
خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم شما دید در ادامه خبرهای جهان، کره شمالی اعلام کرد که از ساخت سلاح‌های اتمی و آزمایش راکت‌های دوربرد دست بردار می‌شود. کیم جونگ اون رهبر این کشور گفته است که ساحه ایجاد شده برای آزمایش راکت‌های اتمی را نیز از بین می‌برد و در کنار آن برای بهبود اقتصاد سوسیالیستی این کشور تلاش می‌کند. این اعلام پیونگ یانگ با استقبال چین، روسیه، آمریکا و کشورهای دیگر روبرو شده است. همزمان با این مقام‌های آمریکایی گفتند که حکومت کره شمالی در نتیجه فشارها مجبور شده است تا از ساخت سلاح‌های اتمی دست بردار شود، اما روسیه این پیشرفت را نتیجه راه حل صلح‌آمیز پیشکش شده از سوی مسکو و بیجینگ خوانده است. اردوی چین مانورهای گسترده نظامی را در غرب بحر آرام راه اندازی کردند. نیروهای هوایی و دریای چین پس از عبور از جنوب جزیره تایوان به آبهای بحر آرام رسیدند. نیروهای این کشور هفته گذشته نیز در این منطقه مانورهای کوچکتری را انجام داده بودند. چین تایوان را جزیره سرکش خاکش می‌خواند. پس از به قدرت رسیدن حزب استقلال طلب تایوان در سال 2016، روابط این جزیره با بیجینگ تیره شده است. سفیر روسیه در بریتانیا میگوید که مسکو گمان میبرد که به بدن سرگی کریسپال، مامور پیشین استخبارات روسیه، مواد کیمیایی در شفاخانه زرق شده است. باید در یک نشست خبری در لندن گفت که نماینده اداره جلوگیری از سلاح‌های کیمیایی 18 روز پس از مسمومیت سکریپال به بریتانیا آمده است، اما در خونه وی در آن زمان نیز نشانه‌های قوی از موجودیت مواد کیمیایی دیده شده بود. وی همچنان در این نشست خبری به استناد از مصاحبه‌های تلویزیونی با آنانی که در تصاویر یک حمله مشکوک کیمیایی در سوریه نشان داده شده بودند گفت که ویدیوهای نشر شده در سوریه در رابطه با سلاح‌های کیمیایی نیز جلی بوده است. این افراد در مصاحبه‌شان پذیرفتند که در بدل تمثیل مسموم شدن با سلاح‌های کیمیایی پول اخذ کردند. سرویس خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر، الان نگهدار.